سازمان ملل دو ابتکار عمل برای مقابله با نفرت پراکنی و دفاع از مکانهای مقدس در دست دارد دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد این سازمان دو ابتکار عمل برای مقابله با نفرت پراکنی و دفاع از مکانهای مقدس در بهبه حملات گسترده به این مکانها در دست دارد آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گفته دو ابتکار عمل فوری را به مرحله اجرا درآورده قدسش گفته برنامه برای واکنش سیستماتیک سازمان ملل به منظور مقابله ما نفرت پراکنی تدبیر شده و چگونگی مشارکت این سازمان در تضمین امنیت عبادتگاه های مذهبی بررسی شده است. گترش همچنین به این مسئله اشاره کرده که ایجاد اختلال و برهم زدن صبر و شکیبایی و خشونت بر اساس نفرت عبادت کنندگان بسیاری از ادیان را هدف قرار داده است. دبیر کل سازمان ملل ادامه داد چنین رویدادهایی برای همگان آشناست به مسلمانان در مساجد حمله می کنند و اماکن مذهبی آنها را نابود می کنند یهودیان را در کنیسه به قط می رسانند و بر روی اماکن آنها صلیب نازی رسم می کنند و مسیحیان را می کشند و کلیساهای آنها را آتش می زنند ذکر است یکی از بزرگترین قربانیان نفرت پراکنی در طول تاریخ و حتی همکنون مسلمانان و به شکل خاص شیعیان هستند آنها نه تنها به دلیل استفاده ابزاری برخی حکومت ها از مذهب شیعه در بسیاری از کشورها تحت فشارند بلکه از طرف سنی های تون رو که ادعای مسلمان بودن دارند کافر خوانده می شوند گفتنیز حملات به اماکن مقدس شیعیان در طول تاریخ به دفعات اتفاق افتاده که می توان به تخریب قبرستان بقی در شهر مدینه منوره حرم متحر حسینی و عباسی در شهر مقدس کربلا و نیز حرم عسکری در شهر سامرا اشاره نمود که برخی از آنها توسط سنیهای تون رو بارها تخریب شدند هرچند حلم های متحر شهر مقدس کربلا و سامرا به همت شیعیان هر باره بازسازی شده اما قبرستان بقیه همچنان سندی انکار نشدنی از مظلومیت شیعیان است.